آریا پرسیده که به طور خیلی کلی در مقایسه نخاع چه وظایفی رو به عهده داره و مغز چه وظایفی رو؟ ببینید، نخاع انتقال تمام حسا به مغز هستش. یعنی نخاع و ساقه مغز راه‌های ارتباطی مغز با بدن هستند. مقدار زیادی کارهای رفلکسی در سطح نخاع و ساقه مغز انجام میگیره و مقدار زیادی فرایندم در همون سطح پایین انجام میگیره. یعنی این نیستش که فقط به طور انفعالی یا پسیو فقط انتقال بده. در هر سیناپسی که انجام میگیره یه مقدار فرایند انجام میگیره. مثلا شما اگر شاخ خلفی نخاع در نظر بگیرید که حسا واردش میشن، در اونجا هم سروتونین و هم مواد شبه افیونی از مغز که از ساقه مغز که ترشح میشن به اینجا میرسن و از همونجا درد و تعدیلش میکنن. ولی کار عمدهشون خیلی ساده تره. نخاع و مغز در نهایت اینا رو باید فرایند کنه و رفتار تطابقی ایجاد کنه و بتونه که بالاتر از سطح رفلکسی به طور تطابقی به این محرکات جواب بده، که این مستلزم همون آگاهی بوده که در مغز ایجاد میشه که بتونه به طور تطابقی انجام بده. ولی واقعا سوال تمام فیزیولوژی مغز هستش، ولی تفاوت عمدهشون این هستش که هرچی هم بالاتر میریم کارا پیچیده تر و پیچیده تر میشه، در هم بیشتر در هم ادغام میشه و مخصوصا در انسان اکثر کارها از سطح رفلکسی خارج شده و در سطح عالی‌ترین سطح مغز به اجرا در میاد که بهش انسفالیزیشن میگن، که یکی از اتفاقاتی هستش که در فرگشت ایجاد شده و مسائل از سطح رفلکسی خارج شده و به سطح مغز و سطح باخبری و باخبری رسیده.